هر کسی که دقتش بیشتر بود بیشتر میتونست از این میله ها برداره. فردی که میله بیشتری برمیداشت برنده بود. دو نفر، سه نفر، چهار نفر، این بازی یه نفری نبود، تعدادی سه چهار نفری با همدیگه بازی میکردن و چون رنگ های مختلفی داشت میتونستن هر کسی یه رنگی رو برای خودش انتخاب بکنه. مثلا محمد رنگ سبز انتخاب بکنه، علی رنگ زرد رو و غیره. حالا با دقت بایستی جوری این میله ها رو برداریم که میله های بعدی تکون نخوره. ملاحظه بکنید که تکون خورد. حالا اگر که من اینو بردارم و تکون بخوره من باختم، که باز نباختم. خب تکون خورد، من باختم. حالا نوبت فرد دیگری میشد. بعد از این که بازی انجام میشد هر کس میله هایی که برداشته بود میشمرد. فردی که میله بیشتری داشت برنده این بازی بود. پس با بازی ها از جهتی به چند دسته تقسیم می شدن. یکی از این تقسیم بندی ها تقسیم بندی فصلی بود. این یک بادبادک است، یه اسباب بازی فصلی که در تابستان بیشتر ازش استفاده می شود. تشکیل شده از دوتا نه که یکیش کمونیه به نام کمون و اینم نه مستقیم هست. اجرای دیگه که داره دنباله داره و گوشواره و اگر بخوان میتونن فرفره داشته باشه. خود بادبادک اصلی خود این تنه هست و دنباله، اینا جزو زوایدش هست. این بادبادک رو یه نفر اینجور دستش میگیره، یه نفر دیگه نخش رو میگرفت و میکشید در مسیر باد که قرار میگرفت میرفت بالا. بعد از این که میرفت بالا و یه شکل مقاوم و خوبی به خودش میگرفت که میتونست به هوا خودش بند بشه، اون وقت به نخ این بادبادک میتونستن فانوس رو بندن. فانوس ها رو تو شمع روشن میکردن، به نخ بستن و هر چقدر که بادبادک میرفت هوا این فانوس هم باهاش میرفت. این معمولا در غروب آفتاب انجام میشد، به طوری که وقتی بادبادک به هوا میرفت فانوس ها شب ساعت 8 شب آسمان رو چراغونی می‌کردند. فانوس‌ها رو رنگ‌های مختلفی می‌ساختند و با شکل‌های مختلفی که من چند نوعش رو ساختم بهتون نشون میدم. ملاحظه بکنید وقتی که با این رنگ های مختلف ده ها بادبادک شب تابستون توی تهران آسمون رو چراغونی بکنه چقدر زیبا می شد. معمولا این فانوس ها رو و بادبادک رو خودمون می ساختیم، ولی گاهی هم فروشندگان دورگرد اینا توی طبق های مخصوصی می داشتن و می آوردن عرضه می کردن میفروختن. در واقع هیچ چیز خارجی جز اسباب بازیامون نداشتیم. آنچرا که داشتیم دستساز خود بچه ها بود یا هنرمندان و صنعتگران اسباب بازی ساز. یکی دیگر از وسائلی که اسباب بازی هایی که ما باهاش در کودکی بازی میکردیم فرفره بود. البته همطور که من بادبادک ها رو نشون دادم فرفره رو نشون دادم، فرفره جزء اجزای بادبادک میتونه باشه، ولی خود فرفره هم به صورت مجزا به وسیله همین بادبادک فروش ها دورگرد فروخته میشد.
فلفل خان چند جور بود، یکیش اون فلفل یه ساده بود که یه دونه داشت، ولی میشد که فلفل خان رو دوتایی و ستایی بسازن که این یه نمونه ستایی یه فلفل بسیار قشنگه، چرخه‌تاش هم کار میکنه. این یه فلفل های خاصیت خیلی جالبی هم داشت، اصولا همه اسباب بازی های قدیمی ما این خاصیت رو داشتن که بچه رو وادار میکردن به تحقق. برای اینکه این فلفل کار بکنه، برای اینکه این باد بدن کار بکنه، اون کودک مجبور بود که فعالیت کنه، بدوه. این فلفل همینجوری کار نمیکنه، من بایستی که بدوم تو این فلفل به چرخه. بنابراین کودکان برای اینکه فلفلشون به چرخه یا باد بدنشون به تحرک در بیار، بایستی که در روز کیلومترها بدوه. یه وسیله دیگه ای بود به نام تبلک. چند نوع تبلک من ساختم. این یه تبلک بسیار ساده است. یه تبلک نقاشی شده. یه دو تبلک دیگه هم می ساختن که به جای این که وزنه ها بخوره به صفحه ها، این وزنه ها بخوره به صفحه ها، توی تبلک رو ریگ می ریختن. ملاحظه بکنید در وقتی که برکت در می آید صدا می کنید. این در واقع گوشواره ای نداره که بهش بخوره، ولی توی این چون ریگ هستش تو حرکت دادن این ریگا حرکت بکنه و صدا میکنه. بچه بیدار میشود سعی میکرد که با این بچه رو بازی بده. وقتی بچه خود بزرگتر میشود، مثلا 6-7 ماهش که میشود و شاید هم بیشتر و میتونست چی دستش بگیره، این جغجغه دستش میدادن. وقتی که حرکت میکرد دستش بیدار صدا میکرد و با این سرگرم میشود. این جغجغه رو من دو جور ساختم. یه جور سطح‌های صاف هست، کاملا مستوی هست. یه جور هم سطح‌های نیمکره ساختم. برای ساختن سطح‌های نیمکره من مجبور شدم که یه پرس درست کنم، یه پرس کوچیک درست بکنم و اون سطح مستوی رو، سطح کروی رو از توش در بیارم که الان اینجا ندارم. پس این یکی از صدا ساز هاست. ساز دیگر نیلبک هست که خودمون می ساختیم و کاملا می تونستیم باهاش آهنگ بزنیم. از نی طبیعی ساخته شده. انواع مختلفی داریم، نازو، کلوفت،
مختلف ولی روی هم رفته با توجه به تعداد سوراخ‌هایی که داره و همه یه اندازه هستش با همه اینها میشه آهنگ بزنن و تقریبا یه ساز به نسبه کاملی هست. یه ساز دیگری هست که از دو تا نی تشکیل شده، اینو احتمالاً جز سازهای جنوب ایران هست، به نام دوزله معروفه. این ساز تقریبا شبیه دوزله است، یکی از سازهایی که حتی نوازنده ها باهاش می نواختند و هنوز هم می نوازند جز ساز هاست. ساز دیگر یا صدا ساز دیگر وقت صحابه. وقت صحابه با خودمون هیچ وقت نمی ساختیم و هیچ وقت تلاش نکردیم که این وقت صحاب رو بسازیم. می خریدیم. یه دورگردایی بودن که اصلا بازی رو توی طبقش رو می فشتن می آوردن و با از اونا خریداری میکردیم به قیمت خیلی ارزون، یه شی سنار، یه شی یعنی یک بیستم یک ریال، یه بیستم یک ریال رو میدادیم و یه نوین صداسازها میخریدیم. چون صدای وقوق میکنه ما بهش میگفتیم وقوق صاحب، اصلا اسمش وقوق صاحب بود. صداشو گوش کنید. برای ساخت این وقفه ها، یعنی بازسازی این وقفه ها که من نمیتونستم تکنیکش چی هستش، 6 روز من از صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر در روزهای ماه مبارک رمضان من وقت صرف کردم و صدها دونه از اینا ساختم با سماجت تا بالاخره یکی از اینها به صدا در اومد و فرمولشو فهمیدم، تکنیکشو فهمیدم که چی چیه و شروع کردم به ساخت چند از اینا. یه ساز دیگری بود که باز خودمون میساختیم به نام سوسودک حلبی. از دو قطعه حلبی ساخته شده که خودمون با قیچی میبریدیم، اینا رو تا میکردیم و باشود میزدیم. این معمولا جزء سازهایی هستش که بچه های 7 تا 10 ساله باش ساز میزدن، سود میزدن، باش بازی میکردن. گوش کنید. انواع دیگرش یه سازی بود که جزء از مسائل اسباب بازی بود که جزء صداسازها بود.